سلام، دوباره به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. من فرهناز هستم، به برنامه خودشناسی و خوددرمانی خوش آمدید. حالا جالب این که اگر شما مسئله رو خیلی پیچیده ببینی و جواب خیلی راحت و ساده باشه، شما جواب رو دریافت نمی کنی. حتی مثلا این پیش آمده که کسی یه مشکل خیلی حادی داشته. من اینو حتی تو مشاورم چند بار تجربه کردم. طرف یه مسئله داشته که خیلی درگیرش بوده، شاید 10 سال مثلا 20 سال درگیرش بوده و برای من داره میگه چه بحرانه، چه عذابی، چه فلان، کلی داستان. و من بهش میگم اوکی، این راحتی، این به راحتی قابل حله. طرف میگه چی داری میگی؟ مثلا من 20 سال 10 سال دارم چقدر عذاب کشیدم. نمیتونه بپذیره به خاطر دیدگاهی که نسبت به اون قضیه پیدا کرده و آزاری که ازش دیده و ذهنش خیلی وابسته و درگیر شده، نمیتونه بپذیره که این چیزی که مثلا 20 سال درگیرش بوده خیلی راحت قابل حله. مثلا یه شخص بود از یه مسئله ماورایی یه چیزی که تجربه میکرد تحت آزار بود که با یه جلسه راحت حل شد. باورش نمیشد که به این راحتی قضیه حل بشه. گفتم چرا؟ فقط لازم اینه که دانشش رو داشته باشی، ولی به راحتی وقتی که دانش باشه مسئله به راحتی حله. حالا تو شرط زندگی همینه. خیلی اوقات اگه قضیه رو خیلی کامپلکس ببینی و جواب خیلی راحت باشه، ممکنه جواب رو دریافت نکنی. حتی ممکنه جواب کسی بهت بده. چون تو یکی از مشاوره من در سعی بودم که به شخص آگاه کنم این مسئله قابل رفعه، ولی اون شخص اینقدر وابسته بهش میگفت نه آخه شما نمیدونی فلان، دوباره دا 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 داستانش رو تعریف میکرد. هرچی من گفتم بابا من شما رو درک میکنم، من میفهمم شما چی میگی، فقط شما کافیه این کارو بکنی، این کارو بکنی. نه 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 نه، شما متوجه نیستی. در صورتی که اینقدر درگیر داستان خودش بود، اون بود که حرف منو نمیگرفت و کمکم نتونست دریافت کنه، چون اون چیزی که من بهش گفتم نمیپذیرفت. ذهنن براش قابل پذیرش نبود که اون چیزی که اینقدر مثلا به همه شیخته به این راحتی حل بشه. فکر میکرد من متوجه نمیشم اون چی میگه. درسته که من کاملا متوجه میشدم طرف چی میگه و راه حلش هم بهش میدادم، ولی میگفت نه نه نه، این شما مثلا توقع، چون خودش خیلی درگیر داستان خودش بود، میخواست منم بگم آها این خیلی داستانه، این خیلی فلانه، بعد نمیدونم بعد مثلا چقدر وقت بذاری تا این، شاید مثلا بعد یه سال یه تمرین بکنی، نمیدونم. یه هم توقعی هم چی جوابی داشت که من تایید بکنم سخت بودن و این بحرانش رو. خب ولی من چون مسئله رو خیلی سبک و ساده گرفتم، اون براش قابل پذیرش نبود. خیلی اوقات بعد دیدگاهتون رو به شرایط تغییر بدید تا جوابم دریافت کنید. حالا اصل مطلب این که در سختی های زندگی که قرار میگیرید، از سختیاتتون به بهترین نحو استفاده کنید. خیلی اوقات اگه که در فشار هستید و یه چیزی خیلی تکرار میشه و شما احساس میکنی گیر کردی تو بنبستی، این یه نشانه است که یه چیزی رو نمیخوای ببینی، چیزی رو درون خودت داری انکار میکنی و با یه چیزی نمیخوای روبرو بشی. من جالب اینه که تو خیلی لحظاتی که خیلی احساس فشار و احساس کردم تو بنبستم، انگار نمیدونم میخوام چیکار کنم، ولی چون تو همون حالت من همیشه متوسل میشم به خالق و معلمای نوریم و تو اون حس فشار، چون گاهی اوقات وقتی که فشار زیاده و خیلی ناراحتی و احساس میکنی دیگه تحمل نداری، این تو رو به مرزی میرسونه که کنترل رو رها میکنی. یعنی اینقدر تحت فشاری که میگی بی خیال دیگه، حالا فوقش چی میشه؟ فوقش میمیرم، اتفاق دیگه که نمیفته و از فشار زیاد کنترل رو رها میکنی. چی؟ این لحظه که کنترل رو رها میکنی، درها باز میشه.
چون دیگه وابستگی تو رها میکنی، کنترل رها میکنی، درها باز میشه. و من اینو بارها تجربه کردم که تو لحظاتی که خیلی احساس فشار داشتم و در اوج ناراحتی شاید بودم، حالا یا غم یا خشم یا هرچی، راه حل های خیلی خوبی به هم رسیده، حالا یا از دانش درونم، از روح درونم، از روح بزرگم، از معلم نوری میناش، دیگه خیلی فرق نمیکنه. ولی به خاطر اون حس فشار و شدت احساسی به مرزی رسیدم که دیگه اصلا گفتم بیخیال، و همون موقع که کنترل رها کردم راه حلی رسیده. خیلی اوقات اگه میبینید خودتون تجربه کردید که بیخیال یه چیزی که میشید فراهم میشه، چون کنترل رها کردی. از فشارها، سختی‌های زندگیتون میشه استفاده خیلی مثبت کرد. اگر ذهنیتتون آگاه باشه که این چه منفعتی بر من داره و من چطور میتونم از این استفاده کنم برای رشد خودم، برای آگاه شدن خودم، یا چه چیزیه که درون خودم دارم انکار میکنم که باعث میشه من این شرایط رو توش گیر کردم. چون هر اتفاقی برای توه، برای که تو به خودت آگاه بشی. اولش هم در شروع زمزمه است. اگه زمزمه رو نشنوی صدا بلندتر میشه، اگه نشنوی بلندتر میشه، اگه نشنوی داد میزنه دیگه. فشارهای زندگی فریادهای درون توه که به خود بیا، یه چیزی داری انکار میکنی، بیدار شو. فریاد فشارهای زندگی فریاد بیدار شدنه. به خود بیا و بیدار شو که چه چیزی رو درون داری تغییر ده. حالا ریشه کارما و این داستان ها هست، ولی حتی هدف حل کارما رشد و بیداریه. ولی اینو به خودتون بیاد بیارید که موقعی که احساس سختی میکنی از خودتون بپرسید چه چیزی رو درون خودم دارم این کار میکنم. از روح بزرگتون بپرسید. حالا در اینی که شما این سختی ها رو دارید تجربه میکنید، خیلی خیلی مهمه که پایدار و استوار باشید برای خودتون و خانوادتون و مسیر درست رو انتخاب کنید. اون چیزیه که موقعی که شما خروج میکنی و عمرت رو مرور میکنی به شما حس رضایت میده. چون موقعی که خروج میکنی کل عمرت رو در عرض چند ثانیه مرور میکنی، کاملا نظارت میکنی چی کار کردی، چی کار نکردی، چه حسی به دیگران دادی، چه کارهای خوبی کردی، چه کاری نکردی. قضاوتش هم قاضیش هم خودتی. پس طوری زندگی کنیم و تصمیم بگیریم که موقع خروجم از خودم راضی بشم، یا اصلا همین لحظه خودم راضی بشم. ولی موقع خروجم هم راضی بشم که خوب زندگی کردم. چون روح درون شما که اصلیت خودته دنبال مقام و مادیات نیست، دنبال القای روحشه، القای خودشه. ذهن دنیاویه که درگیر مسائل دنیاوی میشه. ولی خیلی مهمه که در شرایط سخت زندگیتون درست کار باشید. این چیزی که به شما کمک میکنه و به شما حس رضایت میده. اگه همه میگن خب فلانی این کارو میکنه، فلانی اون کارو میکنه، خب شما چیکار داری فلانی چیکار میکنه؟ اون مسئول اعمال خودشه. شما درست کار باش، شما صادق باش. اون چیزی که به شما کمک میکنه و به شما حس رضایت میده اینه که مثل دیگران نباشی، متفاوت باشی در درستکاری و در مسیر نور، با شهامت و دلارت. تو خود مسیر زندگی من خیلی بودم به من گفتن نه این کارو بکن، زرنگ باش، مثلا خب اگه فلان این کرد تو این کارو بکن، کار بکن. من گفتم نه، من راه درست رو در پیش میگیرم. خب همه این کار رو میکنم، گفتم من همه نیستم، من کاری به بقیه ندارم، من اون چیزی که خودم درست و صلاح میدونم انجام میدم. شما هم در مسیر زندگیتون هی نگاه نکنید اون چیکار کرد، اون چیکار کرد. چون خیلی چیزا تو این بود ظاهر مطلب
بسیار متفاوت از باطن مطلبه. مثلا خیلی میگه آه فلانی که اینقدر بده، اینقدر اذیت میکنه، ببین چقدر زندگیش خوبه. شما از باطن قضیه خبر نداری، شما از اینکه چه داستانهایی در انتظارشه یا چه درونش میگذره یا عمرهای بعدیش به چه شرایطی خواهد بود خبر نداری. حسرت کسی نخورید، چون از درونش و از عاقبتش خبر نداری. قانون کارما برای همه یکسانه، تبعیض قائل نمیشه. خوشگل و زشت و نمیدونم زن و مرد و هیچ کدوم اینا براش مهم نیست. قانون کارما یه قانون اتوماتیکه، قانون جذب یه قانون اتوماتیکه، کارش رو بدون تبعیض انجام میده، به تو حالت اتوماتیک خودکار. برای حفظ تعادل کلا سر خودتون نگذارید. کوچکترین چیز حسابه. سیستم ضبط کنندم خودت هستی. افکارت، گفتارت، کردارت همه ضبطه. سیستم ضبط کنندم خودت هستی. شما فکرش بکن در روز چندین فکر از ذهن ما میگذره، همه این افکارت ضبط میشه، در رکوردت ضبط میشه. تمام کلامی که از دهنت بیرون میاد کلمه به کلمه، هر تا چیزی که می نویسی کلمه به کلمه، هر کاری که بکنیم ضبط میشه، میره تو رکوردت. هر کسی بر خودش یه رکورد داره، میره تو رکوردت. سیستم ضبط کنندم سیستم چاکرا خودت، ناخودآگاه خودت، خودت سیستم ضبط کننده اید. خالق بسیار هوشمنده، برای حفظ نظم شرایط رو یه جوری خلق میکنه که اتوماتیک و خودکار باشه بدون زحمت. پس نگاه نکنید اون چی کار کرده و چی شده. شما به خودت نگاه کن، با خالقت باش، در مسیر نور باش و کار درست رو انجام بده. در درست کاریتون هم دقت به خرج بدید. کوچکترین چیز حسابه. من خیلی قد برای احتیاط، یه عادتی که به خودم دادم، خیلی احتیاط به خرج میدم. حتی اگه یه چیزی مثلا ببینم حتی میدونم کارما ایجاد نمیکنه، با این وجود دقت درش به خرج میدم که ببینم بهترین انتخاب چیه، که یه وقت یه چیزی کم و زیاد نشه، یا اینکه کلامم طوری باشه که تا اونجایی که آگاه هستم و در توانمه دل کسی رنجیده نشه. حالا این به این معنی نیست که مثلا من باید دقیقا به میل همه باشم، ولی بنا به تعادل، اینکه خب احترام دیگران رو داشته باشم، دل کسی رو نرنجونم، ولی اینم با تعادل. این به این معنی نیست که هر کی هر کاری خواست من به میلش باشم، ولی در سختی ها و در شرایط زندگیتون، تو دستندهای زندگیتون مهمتره که اون موقع خوب و درست انتخاب کنید که به خودتون حس رضایت بده، خودت از خودت راضی باشی، هم امروز هم موقع خروج. حالا در مورد انتخاب شغل که میخواستم صحبت کنم و اون چه چیزی باعث موفقیت میشه یا غیر یا اینکه موفق نباشه، اینجا تو هر داستانی چند زاویه هست. تو هر داستانی معمولا فقط یک چیز عامل نیست، معمولا چند چیزه که عامله، ولی یکی از این عاملها یا موانع ممکنه مانع اصلی باشه که معمولا تو اکثر شرایط اون چیزی که مانع میشه ذهن میتونه باشه، که ذهن شامل باورهای ناخودآگاهت، احساساتت و کارما. حالا تو انتخاب شغل یه چیزی که تأثیر داره اینه که اگر که اون شغلی که انتخاب کردی مسیر روحت باشه یا نباشه. معمولا قبل از که شما به این بود تناسخ بکنی
یه برنامه ریزی برای خودت میکنی، بنا به میزان کارمایی که میخوای دفع کنی، چیزایی که میخوای یاد بگیری، رشدی که میخوای بکنی، برنامه ریزی برای خودت میکنی. یکی از اهداف ما خدمت کردنه و اون چیزی که القا میده روح رو خدمت کردن به خلقه، که اینو به عنوان شغل انتخاب میکنی که مثلا من چجوری میخوام خدمت کنم. بنا به شرایط یه شغلی بر خودت برنامه ریزی میکنی. مثلا گاهی اوقات ممکنه کسی که کارمای جسم داره ممکنه انتخاب کنه که دکتر بشه، که بدین گونه هم خدمت به خلق داره میکنه، هم کارمای جسمش رو رها بکنه، هم از این طرف امرار معاش داره. یعنی بنا به شرایط یه رولی یه شغلی شما انتخاب میکنی. حالا تو بعضی زمینه ها، مثلا اگر من الان تو این مسیرم یه مسیر معنویه، شرایط طوری فراهم شده که من در این مسیر قرار بگیرم و خودم برنامه ریزیم اینطور بوده که درهای دیگه برای من بسته باشه که من در این مسیر قرار بگیرم. یعنی من یه مسیرهای دیگه بوده که طی کردم ولی درش موفق نشدم و یه دلیلش هم اینه که اصلا انگار راه بسته شده. دلیلش هم این بوده که مسیر من یه مسیر معنوی بوده، برنامه ریزی خود من بوده که اگر من خواستم از مسیر خارج بشم مانع ایجاد بشه، اون درها بسته بشه که من در این مسیر معنوی قرار بگیرم. حالا یه چیزی که باید در نظر بگیرید، اگر شما شغل انتخاب کردید و میبینید شغلت پیشرفت نمیکنه، باید ببینید موانعش چیه. یکی این که ممکنه کارمای مالی داشته باشی، کارمای شغلی داشته باشی، کارمای اجرایی داشته باشی. از روح بزرگت بعد ریشه یابی کنی که چه چیزی مانع پیشرفت شغلی من میشه. حالا اگر مثلا کارمای مالی تا حل کردی، کارما شغل کارما اجرت حل کردی و باز بعد دوباره ریشه یابی کنی، خب حالا اینا رو که حل کردم چه چیزی مانع؟ تو بعضی شرایط ممکنه دلیلی که اون شغلی که انتخاب کردی رونق نگرفته به خاطر اینکه هدف روحیت نیست. تو این شرایط معمولا که وقتی کسی که ذهنی میخواد یه کاری بکنه، یکی مثلا ممکنه ذهنی به خاطر که مادر پدرش میخوان مثلا بره وکیل بشه، چون مثلا خب حالا به دیدگاه ذهن دنیاویش خب وکیل مثلا حقوق خوب دارن، نمیدونم تو جامعه یک مثلا مدرک داره، مادر پدرش میتونن بگن که او بچه من وکیله، مثلا براشون یه حس غرور داره و بچه ممکنه به خاطر رضایت حس مادر پدرش انتخاب کنه که وکیل بشه. تو این شرایط ولی مثلا ممکنه مسیر روحیش این باشه که انتخاب شغلی که برای خودش کرده شاید این باشه که دکتر باشه، یا شاید این باشه که آشپز باشه، یا شاید مثلا این باشه که پرستار باشه. یعنی اون شخص به خاطر ذهن دنیوی و رضایت مادر پدرش شاید انتخاب کنه که بره وکیل بشه، ولی مسیر روحیش، انتخاب روحیش چیزی متفاوت باشه. تو این شرایط اون شخص حتی اگه وکیل بشه، وکیل خیلی موفقی ممکنه نشه، یا اینکه حتی اگه درآمد خوبی هم داشته باشه حس رضایت نخواهد داشت، حس شادی و نشاط از اینکه وکیله نخواهد داشت، چون روحش اینو حمایت نمیکنه. البته روح درونت خودت هستی، ولی حالا ما میگیم روحت به خاطر که در یگانگی با روح درونمون نیستیم. ذهن دنیاویت میگه خب آره من این کارو بکنم، مامان بابام میگن به 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 به، دوستام همه میگن چه خوب پول خوبی در میارم، ولی اینا ذهن دنیاویه، با هماهنگی روح درون نیست. حتی ممکنه در مسیر تحصیلیش به یه دست اندازایی برسه، یه موانع ایجاد بشه، ولی با تلاش زیاد اینا رو رها کنه، رفع کنه و به مقصدش هم برسه، وکیلم بشه. ولی اون روانی انرژی، روان بودن انرژی و راحت فراهم شدن و حس رضایت درون درش نخواهد بود. حالا تو بعضی شرایط چون بستگی داره که اون مسیری که روح انتخاب کرده یا خودت بالواقع انتخاب کردی چقدر برات مهمه. اگر که مثلا من این مسیر معنوی انتخاب کردم و این بسیار مهمه برای خودم که روح هم هستم که حتما در این مسیر باشم، محکم کاری میکنی، درهای دیگر رو میبندی برای خودت. شما مگر که تجربه میکنید که در مسیرهای قدم ورمیدارید و درها باز نیست، درها بسته میشه یا براحتی فراهم نمیشه،
این ممکنه یکی از دلایلش باشه. اینو بعد از روح بزرگتون بپرسید که مسیر روحی من یا برنامه‌ریزی من برای شغل چی هست. حتی در مدرسه رفتن بعضی ذهنن مثلا میگه که خب آره خوبه من مدرسه برم، دانشگاه برم، مدرک بگیرم، مثلا فوق لیسانس بگیرم، دکترا بگیرم، ولی تو طی مدرسه رفتن از اول یا حتی تو دوران دبیرستان ممکنه احساسا درونن خیلی اینو نمیخواد. ذهنش میگه آره این خوبه، ولی درونن احساسا اون کشش، اون غریزه، اون تحرک لازمه، اون غریزه لازمه رو شاید نداشته باشه و خیلی هم موفق نباشه توی مدرسه. مثلا شاید نمرهاش خیلی خوب نباشه یا خیلی غایبی زیاد داشته باشه، چون ذهن دنیاویش میدونه خب مثلا که مگه مدرک بگیرم درآمدم خوب خواهد بود، موقعیتم خوب خواهد بود، ولی درونن حسن ممکنه روحش سپورتش نکنه. حالا این به درجه است. اگه شدیدن برخلاف مسیرش داره میره، یه سری موانع هم ممکنه شدت داشته باشه، چون اینکه به چه میزانی روح بعضی وقتا یا خودت بالواقع ممکنه یه خورده به خودت میدون بدی، خب اوکی من اینو امتحان کنم، اینو امتحان کنم، بعضی وقتا نه، ممکن هست بعضی ها در شرایطی مثل خود من باشن که مثلا من مسیر منمیم خیلی محکم، خیلی برام مهم بوده، یه سری درار رو برای خودم بستم، محکم کاری کردم که مطمئن بشم در این مسیر قرار میگیرم. شما مگه یه سری از این درهای بسته و موانع ایجاد میکنید؟ یه سوال خیلی خوب که از روح بزرگتون بپرسید اینه که برنامه ریزی من برای شغلم چی بوده؟ و معمولا اگر شغلی را انتخاب کنید که مسیر روحت بوده و انتخاب خودت بوده برای مسیر روحیت، رونق میگیره، موفق میشه، هم غریزه شو داری، هم انرژی شو داری، هم خواسته شو داری، برات هم فراهم میشه. البته خب خودت باید تحرک و خواستم داشته باشی، ولی خیلی راحت تر فراهم میشه. حالا این به این معنی نیست که بدون هیچ زحمتی، بعد یه مقدار وقت بذاری، تلاش کنی، ببینی چی به چیه، ولی خیلی راحت تر فراهم میشه و رونق میگیره تا یه شغلی که مسیر روحیت نیست. چون به یه آقایی اتفاقا چند شب پیش داشتم مشاوره میدادم و میگفتن که چند بار شغل عوض کرده و شغلاش موفق نمیشه و نمیدونه چرا. یه دلیلش اینه که بعد ببینید به چی غریزه دارید، و اگر متوجه نیستی به چی غریزه داری، میتونه از روح بزرگت بپرسی که هدف من چیه. چون خود من به این کار خیلی غریزه دارم، حتی موقعی که شغل متفاوتی هم داشتم خیلی این رول رو بازی میکردم که خیلی هم میمدن به من میگفتن مشکلاتشونو و من یه مقدار کمک راهنماییشو میکردم، حالا به عنوان دوست، آشنا یا مراجعین یا مشتریام. مثلا تو قبل از که این کارم باشه، تو شغل قبلی که داشتم، افراد این حس به من داشتن که انگار میتونن به من اعتماد کنن و مشکلات زندگیشونو بگن. خیلی وقتا میگفتم من نمیدونم چرا اینا رو دارم به تو میگم، ولی خب احساس میکنم میخوام اینا رو به تو بگم. یعنی خیلی از رازهاشون، مشکلاتشون رو برام میگفتن و من خب بهشون یک کم دلداری میدادم، یک کمک میکردم و همیشه هم میگفتن خب چقدر سبک شدم، چقدر خوب بود، چقدر راحت شدم. یعنی حتی قبل از اینکه در این مسیر شغلی هم قرار بگیرم، تو شغلای قبل هم به نوعی این رول هم بوده همیشه که به نوعی کانسل برای دیگران باشم، تا موقعی که کاملا به این آگاه شدم و غریزم قوی‌تر شد که میخوام این کار بکنم. یعنی غریزم در من بود، میدونستم که میخوام به مردم کمک کنم. حالا بعضی اوقات بعد به غریزت کمک کنی، توجه بده که در چه زمینه غریزه داری. اگر گاهی اوقات آگاه نیستی که به چی غریزه داری، بعضی وقتا به خیلی چیزا اشتیاق داری، بعضی وقتا به هیچ اشتیاق نداری، تو این حالتا میتونید از روح بزرگت بپرسی که برنامه ریزی شغلی من چی بوده. حالا خودت هم حق انتخاب داری، میتونی که انتخاب بکنی که چه مسیری رو میخوای انتخاب کنی. اینم بستگی داره که خودت چقدر برای خودت میدون گذاشته باشی، که آیا مثلا بعضی وقتا ممکنه برای خودت میدون گذاشته باشی که خب از این 3-4 روش بتونی امرار معاش داشته باشی و خدمتی بکنی، بعضی وقتا نه،
ممکنه خودتو محدود کنی به یک مسیر مشخص، که اینو میتونید از روی بزرگیتون بپرسید. نکته دیگه این که خیلی مهمه خود نوع شغل، که شغلی رو انتخاب کنید که بر شما به راحتی ورچو ایجاد کنه. مثلا کسی که پرستار، دکتر، معلم، کار خدماتی اینطوری، حتی کسی که کارهای نظافت انجام میده، اینا کارهای خدماتی هن. اینا خیلی به راحتی ورچو ایجاد میکنه، کارمای خوب برای خودت ایجاد میکنه. فرقی نمیکنه که مثلا تو داری حقوق میگیری، کارهای خدماتی برای تو ورچو ایجاد میکنه، مخصوصا که خوب، آگاه و مهربان و صادق کار انجام بدی، برای تو ورچو ایجاد میکنه. بعضی شغلا هست که چون شغل یه چیزی که تو هر روز دراز مدت 30-40 سال انجام میدی، برای همین مهمه که ببینی تو این کاری که انتخاب کردی ورچو برات ایجاد میکنه یا کارمای بد یا بدهی کارما. اگر مثلا کسی مغازه داره، تو مغازش سیگار میفروشه یا مشروب الکل میفروشه، این براش کارما ایجاد میکنه، بدهی کارما براش ایجاد میکنه. فرقی هم نمیکنه، حالا کسی که داره میاد میخره با انتخاب خودش داره میخره، ولی چون اون رو تو براش فراهم گذاشتی. مثلا اگه کسی تو مغازش بخواد سیگار یا الکل بفروشه، این براش کارما ایجاد میکنه. حالا مثلا اینجا مغازهای زیادی هست که سیگار الکل میفروشن، چیزای دیگه هم میفروشن، ولی خب براش مسئولیتی ایجاد میکنه اون چیزی که به دیگران، یا مثلا کسایی که تفنگ میفروشن، این براشون کارما ایجاد میکنه، مسئولیت داره. اگه یکی با اون تفنگ بره یکی بکشه، اون کسی هم که اون تفنگ رو فروخته براش مسئولیت داره. چون مثلا حالا بعضی غیر قانونی این کار میکنن، ولی این تو بعضی ایالت، نه همه ایالت ها، تو بعضی ایالت هست مثل تگزاس این خیلی زیاده، که حتی اجازه دارن تفنگ همراهشون داشته باشن. البته باید مجوز براش داشته باشن، اینطور نیست که هر کی برکی، بعد بره اطلاعاتشو بده، مجوز بگیره، و ولی خب با مجوز و اینا میتونن تفنگ داشته باشن تو ایالت تگزاس. خب اگه یه کسی با اون تفنگ بره به یکی آسیب برسونه، اون کسی هم که اون تفنگ رو فروخته مسئوله، کارمای غیر مستقیم میشه، ولی براش مسئولیت کارما داره. حالا این خیلی مهمه که شغلی انتخاب کنید که به راحتی برای شما ورچو ایجاد کنه. مثلا یه معلم چون داره آموزش میده، داره کمک میده، آگاهی میده، و اگه مهربان باشه، معلم مهربانی باشه، خب معلم هر روز میره سر کار، به راحتی هر روز بر خودش ورچو ایجاد میکنه تا آخر عمرش، که مثلا 30-40 سال تا یکی میاد بازنشسته بشه که معلم بوده، به راحتی هر روز که سر کار رفته بر خودش ورچو ایجاد کرده. ولی اگه کسی یه شغلی داره که ممکنه آسیب ایجاد بکنه، اونم به راحتی بر خودش بدهی کارما ایجاد کرده، کارمای منفی. برای همین تو نوع شغلم هم دقت به خرج بدید، شغلای انتخاب کنید که بر شما ورچو ایجاد کنه. یه نکته دیگه که خوب رعایت بکنید، مثلا موقعی که میخواین با یکی ازدواج بکنید، خیلی خوبه که دقت بدید. الان اکثرا مثلا دقت میدن به شغل افراد بنا به فقط برای اینکه ببینن مادیات چقدره، ولی یه دلیل بهتر برای اینکه دقت بدید به شغل افراد اینه که اوکی، کسی که میخوای باش ازدواج کنی چه شغلی داره، چون اون شغلش اگر شغل خوبی باشه که ورچو ایجاد میکنه، اون ورچوی اون تو زندگی من هم تأثیر داره، ورچوی همسر من و ورچوی من رو زندگی بچه هام و نوه هام هم تأثیر داره، چون کارما و ورچوی من کارمای اجدادی بچه هام و نوه هام میشه. پس مهمه که هم خودم درست کار باشم، هم همسرم درست کار باشه، هم همسری که انتخاب میکنم ورچوی بیشتری داشته باشه. مثلا کسایی که وکیل هستن، حالا من اینا مثال میذارم، حالا نه اینکه قصد جسارت داشته باشم، ولی خب اکثر وکیل ها نمیتونن به راحتی کاملا 100% صادق باشن. البته این بازم برشون بهانه نیست و برشون کارما ایجاد میکنه، ولی خب اگر مثلا کسی وکیل باشه، حالا وکیل ها چند نوع هن، بعضی دفاع میکنن از آدمایی که واقعا خوب و درست کار و صادق هستن، بعضی وکیل ها دفاع میکنن فقط از یه عده‌ای که چون پول بیشتری میتونن بگیرن،
مثلا ممکنه طرف بیگناه نباشه، ولی خب به خاطر که خیلی پول داره برای منفعت مادی. این هم بستگی داره چه نوع وکیلی هم هست. ولی کلا مثلا چون اکثر وکیل ها در بعضی مرام ها ممکنه لازم بشه یا ممکنه به خودشون اجازه دروغ گفتن بگن، خب این مثلا یک کسی که چندین سال 30-40 سال وکیله ممکنه کارمای دروغ زیاد برای خودش ایجاد کنه. حالا دیگه بستگی هم داره اون دروغی که گفته شده چه زیانهایی به دیگران داده، انعکاس اون دروغ چقدر بوده. اینا رو بعد، چون بعد این میشه هم کارمای خود شخص که مثلا رو من تاثیر میذاره، رو بچه هم و نوه هم هم تاثیر میذاره، چون میشه کارمای اجدادی. به اضافه اینکه مثلا اگر قراره با کسی ازدواج کنم بپرسم هم که خودت شغلت چیه، مادرت شغلش چی بوده، پدرت شغلش چی بوده، از این لحاظ که بدونم اینها بر خودشون ورچو ایجاد کردن. مثلا اگه مادرش معلم مهربانه و پدرش هم مثلا یک پرستار مهربانه، خب میدونم اینها هر دو ورچوی زیادی برای خودشون فراهم کردن که این باعث میشه شخصی که میخوام باشه ازدواج کنم ورچوی زیادی داشته باشه، که اگه خودش هم آدم خوب و صادق و درستکاری باشه این ورچوی زیاد خوبی میشه برای فرزندان و نوه های من. یعنی خیلی ها میپرسن چه کاری، خانوادت چه کاره، ولی از دیدگاه اینکه فقط چقدر مادیات دارن. ولی این دیدگاه با تغییر بدید که این سوال خوب این سوال پرسیده بشه، ولی از این دیدگاهی که این شخص چقدر ورچو داره یا چقدر بدهی کارما داره و کارمای اجدادی که من به بچه هم انتقال میدم به چه شرایطی خواهد بود. مثلا یه آقایی بودن که بهشون مشاور میدن، ایشون میگفتن که شیرینی پز بودن. خب این خیلی شغل خوبیه، چون اگر صادقانه انجام بشه، چون تو داری مردم رو شیرین کام میکنی، تو جشن و مهمونی ها ازش استفاده میکنن، خیلی انرژی و ارتعاش خوبی داره که مثلا یه کیک تولد خوشگل درست میکنی، یکی اینه میاد میبره میخوره خونه میخورن لذت میبرن، خیلی ورچی خوبی ایجاد میکنه. و بهشون گفتم چه شغل خوبی، که اگر و یه شغل خلاق هم هست که با ذوق آدم انجام میده و خلاقیت به خرج میده، هم به ارتعاش خود شخص خیلی کمک میکنه، هم ورچو خیلی ایجاد میکنه، ورچوی نشاط زیاد ایجاد میکنه، چون باعث شادی مردم میشی، این برای تو ورچوی نشاط ایجاد میکنه. پس لازمه که توجه بدید به هم که نوع شغلی که خودت انتخاب میکنی، هم نوع شغلی که همسرت ممکنه داشته باشه، و توجه داشته باشید که کارمای اجدادی که ایجاد میشه از مادر پدر من، از مادر پدر همسرم، مادر بزرگ پدر بزرگم چه کاره بودن که این، چون اینها انتقال پیدا میکنه این کارمای اجدادی به نسل بعد. اوکی، حالا این صحبتم یه کمی بیشتر از این شد که هدفم بود، 40 ثانیه بیشتر نبوده. من قطع میکنم، برمیگردم جواب به بعضی از سوالای شما بدم. لطفا حضور داشته باشید.